با سلام ملت شریف ایران ملت دلاور ایران ملتی که امروز شنبه کارستان به پاکت تومار این رژیم و هر روز بیشتر از روز گذشته در هم میپیشن شنبه که در شهرهای مختلف مردم ایران اومدن بیرون و یک صدا شعار دارن بر علیه این نظام فاسد تصاویر بسیار دلخراشی در اردبیل در گوهردشت کرج در مشهد در دانشگاه خارزمی تهران اتفاق افتاد این نیروهای ددمنشی که مردم کشور خودشون رو اینجوری باشون برخورد میکردن واقعا ننگ بر نظام آدم کش و فاسد جمهوری اسلامی قطعا این نظام به روزهای پایانی حیات ننگین و منحوس خودش نزدیک شده خدمتتون از بکنم خبری رو شنبه شب دیدم که اتفاق افتاده آقای سردار مصطفی آجالو مدیر عامل باشگاه استقلال که هفته گذشته خبرهای هم بود مبنی بر فساد دیویس میلیاردی که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هم اعلام کرده بودن که اسپانسری که باشگاه استقلال داشته بین کلاهبردار و شیاد از کار نزدیک دیویس میلیارد تیم آقای آجالو و خودشون فساد مالی داشتند شنبه شب به یک باره هیئت مدیره باشگاه استقلال آقای آجالو رو برکنار میکنه و مردی برای تمام فصول علی فتح الله زاده به یک باره میاد و بر مسند مدیر باشگاه استقلال میشینه اینه که آقای مصطفی آجالو سردار آدم کش و فاسدی بوده که از هر دستش از هر انگوشش یک فساد یا یک آدم کشی میباره همین اتفاق هفته گذشته دیده که اون خیمه شب بازی جشن تولد آقای ساپینتو با هماهنگی و کارگردانی خود آقای آجلو اتفاق افتاده بود یا برخورد کردن با عارف غلامی و بازیکنانی که با مردم ایران همراهی کرده بودند همه رو بذاریم کنار سردار آجلو تو یک سالی که باشگاه سر آمده میلیارد پول رو کشیدن بالا مگه میشه یه همچین داستانی آقای آجلو بس به کجاست بس به آقای غالیبافه آقای قالیباف به کجا وصله بس, بس به مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران ننگ بر شما از اون من آقای فتح لازاده از در میندازم میرو از پنج از پنجره میندازم بیرون از نابدونی میاد تو آخه مگه میشه یه همچین چیزی آقای فتح لازاده اگه چیزی داشته تا الان داده تموم شده رفته میلیارد ها تو همین آقای فتح لازاده شیاد و فاسد از بغل از کنار باشگاه استقلال پول برده تا کجا قرار این مردان فاسد در ورزش ایران حضور داشته باشن آقای سجادی شما که مریجک و غلام حلقه به گوش آقای غالیبا و بسیج و سپاه هستید میاد ورزشکاران ایران رو میگید برید به مردم حمله کنن و تجاوز بکنن ورزشکاران رزمی که همشون جواب دندان شکن به شما دادن من میخوام از شما بپرسم آقای آجالو یک سال تو اون تشکیلات چه کار انجام میدادن؟ بگر از اینکه دیویس میلیارد بردن؟ بعد ایشون رو برداشتید آقای به دوز که بدتر از اون آقای فتحالو زاده رو گذاشتید آخه باشگاه های آقای پیس تا کی باید اینقدر هزینه بدن همین اومدن آقای فتح نشون میده که باشگاه استقلال پرسپولیس خصوصی نخواهند شد مطمئن باشید مردم ایران اما این رژیم آدمکش و فاسد روزهای پایانیشون میگذرونه مطمئن باشید امسال آقای فتح و آقای آجالو باید مدت دیگه سوراخ پیدا کنن برن اونجا خودشون قایم به خاطری که از کنار باشگاه های استقلال پرسپولیس به میلیارد ها تومان رسیدن همین آقای فتو لازاری در انتخاب در جنبشش سبز جوانان مردم رو تحویل بسیج و سپاه میداد آقای فتو ما اینا رو یادمون نرفته پس بچرخ تا بچرخیم ایرانیان مردم ایران جوانان دانش آموزان دانش پیروزی نزدیک است درود بیکران بر شما